جان لیمبرت دیپلمات پیشین آمریکا در استودیو با ماست. آقای لیمبرت خوش اومدید به برنامه. شما خودتون یکی از گروگان‌هایی بودید که بارها در مورد گروگانگیری صحبت شد. بله بله درست. به ویژه سناتور جان کورنین جمهوری‌خوا از تگزاس این مسئله رو عنوان کرد به عنوان اینکه به هر حال ایران خطرناک است. خودتون یکی از این گروگان‌ها هستید که 444 روز رو در گروگان بودید. خود شما چه نظری دارید؟ واقعا فکر میکنید این رژیمی که شما رو به گروگان گرفت نباید باش توافق کرد؟ والا نمیدونم، والا بعضی از اونایی که صحبت میکنم مثل که چی میگن؟ کاسه از آش داغ‌تره. یعنی اینا چرا حرف میزنن؟ از این حرف چرا سینه میزنن؟ البته تو گروه ما که الان ما 52 نفر بودیم، الان شدیم 38 نفرمون مونده. خب نظرات مختلفه، بعضی ها مثل بنده که بله. موافقن با این بله. برنامه، بعضی هاشون مخالفن. صحبت های شما بسیار شیرینه. پوشتم اینو میپرسیدم که بله. در توجیهی که اکثر مخالفان آوردن، یکی از مسائل به غیر از اسرائیل مسئله رفتار جمهوری اسلامی در گذشته، رها شدن میلیاردها پول ایران و تاثیراتش، یکی از مسائل مسئله گروگانگیری که چند سناتور مطرح کردند اون رو. شما یکی از گروگان ها بودید. میخواستم ازتون بپرسم که با تجربه ای که از گروگان بودن در ایران در جمهوری اسلامی ایران داشتید، فکر میکنید که این توافق برخلاف آنچه هست که برخلاف تصور بسیاری از افراد به زیان آمریکا هست، واقعا این جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، باید رویه قبلی ادامه پیدا بکنه؟ والا این مسئله این نیست که شخص بنده یا یکی دیگه از جمهوری اسلامی خوشش بیا. خود بنده شخصا دلم میخواست که مردم ایران یه نظامی داشته باشن که با اونا به طور انسانی رفتار کنن، مخصوصا خب با روشنفکرا، با زنان، با خبرنگاران، که خبرنگارا رو نندازن زندان، مخصوصا خبرنگار آمریکایی، ولی نه ایرانی نه آمریکایی. ولی اون چی الان وجود داره، این که وجود داره، فردا و پس فردا جمهوری اسلامی وجود داره و خود الان مسئله این نیست که ما از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد یا نه، ولی بحثی که الان مشاهده کردیم، بحث سر توافق هسته‌ای نیست. شاید مثلا 5% مسئله هسته‌ای، بحث سر چی نوع روابطی با ایران داشته باشیم، اصلا ارزش دیپلماسی چیه، میتونیم با جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشیم، همینطور که سناتور اوباما 7 سال پیش عنوان کرده، گفت ما مسئله نیست که ما خوشمون بیاد، با کشورهایی که باشون رابطه خوبی داشته باشیم بالاخره به نفع ماست که وارد گفتگو بشیم. بسیار خب. آقای لیمبرت در ایران کار کردید، زبان فارسی رو هم به خوبی صحبت میکنید، همسر شما هم ایرانی هست، یعنی خیلی خوب ایران رو میشناسید. این جمهوری اسلامی ایران چقدر قابل اعتماده؟ واقعا نگرانی که جمهوری خواهان دارن نگرانی موجهی هست؟ قابل اعتماد نیست این رژیم؟ این چیزهایی که جمهوری ها میگن، این مسئله مربوط به ایران نیست، مسئله مربوط به خود برنامه حزبیه اینا. چرا حتی یکیشون از این توافق پشتیبانی نکرده؟ یک جمهوری خواه منظورتون؟ یک جمهوری خواه، نه سناتور نه وکیل مجلس. خب این چرا؟ چه تأثیری داره این مسئله حزبی؟ تبدیل کردن به یک مسئله حزبی و جناحی. چه سودی برای جمهوری خواهان خواهد داشت این مسئله رو جناحی کردن، حزبی کردن؟ کارشون مخالفته، اینا حزبی مخالفن، اینا میخوان از این مسئله استفاده کنن، میخوان مثلا خب بدرفتاری در گذشته جمهوری اسلامی که بدون شک وجود داره، که خود بنده هم اونجا بودم، خودم از نزدیک مشاهده کرد، یعنی چیزی که نمیشه انکار کرد، ولی اینو میخواد با یه مسئله دیگه چیز کنه، مخلوط کنه به یه مسئله دیگه، و اینو برای هدفهای حزبیشون و جناحیشون از اونا استفاده کنه، که خود رئیس جمهور و برنامه رئیس جمهور رو ضعیف کنن. حالا اتفاقا همپیمان
همپیمان پیدا کردن در بعضی کشورهای خارج که الان بهشون اشاره کردن. درسته. خب این مسئله ای که شما میگید، یعنی میخواید بگید که یک تلاش سازماندهی شده و حزبی هست در مخالفت با توافق هسته‌ای برای هدف مشخصی. هدف رو تا حدی گفتید. جمهوری خواهان به این هدف خواهند رسید؟ یعنی چه خواهد شد؟ چون در حال حاضر 41 سناتور، یعنی حد نصاب لازم برای پرزیدنت اوباما به دست اومد. در واقع به رغم این بحثا این توافق حفظ خواهد شد در کنگره بالاخره. پس این همه مخالفت چیه؟ ادامه مخالفت ها کدوم هدف، چه هدفی رو در پی داره؟ والا سوال خوبی مطرح کرده. شهر صدای خودشون خوششون میاد، دوست دارن حرف بزنن، دوست دارن داد بزنن، حتما یه نفعی داره برایشون، شاید در نفع سیاسی، یه نفع سیاسی داشته باشه. ولی مسئله اینه خیلی از اونایی که انتقاد میکنن از خود روند مذاکره و روند دیپلماسی، اصل دیپلماسی دارن حمله میکنن، از اون دارن انتقاد میکنن که میگه ما با یک کشوری که ما باش دوست نیستیم، که مسلماً با جمهوری اسلامی ما دوست نیستیم، با یک کشوری که بهش اعتماد نداشته باشیم، که مسلماً به جمهوری اسلامی ما اعتماد نمی کنیم، ما اصلا نباید وارد گفتگو بشیم. با کی در تاریخ آمریکا این یه مسئله بی سابقه است. ما همیشه با کشورهایی که باشون دوست نبودیم، باشون اختلافات شدید داشتیم، وارد گفتگو شدیم که مسائل رو به طور کلی میتونیم با هم مطرح کنیم. خب یعنی جمهوری خواها این رو نمیدونن؟ شما سابقه زیادی در دیپلماسی آمریکا دارید. خب در طرف مقابل مخالفین هم هستن کسانی که چنین سابقه ای دارن، اونا این رو نمیبینن، این مسئله اساسی رو در دیپلماسی نمیبینن که بالاخره باید با کشوری که اختلافاتی هست باید از راه مذاکره وارد شد و حل کرد. چرا اونها چنین ارزیابی ندارن؟ ولی باید از خودشون پرسید. حتما یک منفعت حزبی میبینن که الان ندارن. این مسئله که داریم میبینیم داره تکرار میکنه همون بحث درباره بیمه بهداشتی که دیدیم، بیمه بهداشت که جمهوری خان به اتفاق آرا مخالفت کردن، با هی مخالفتشون تکرار میکنن سالها و میدونن همه این فعالیت بیهوده است. برنامه هم هست، نمیدونم اینا میخوان موضع گیری کنن، میخوان رئیس جمهور رو تضعیف کنن، میخوان مخالفت کنن. حالا خب آیا این مخالفت ها، ادامه این مخالفت ها باعث تضعیف رئیس جمهور میشه اگر ادامه داشته باشه؟ ممکنه تضعیف بشه. ولی این یک مسئله حزبیه، یعنی مسئله حزبی رو چیکار کردن؟ اینا به اونا اولویت دادن روی به نظر بنده منافع کشور. بالاخره منافع کشور در کجاست؟ منافع کشور به نظر بنده در این نیست که این دوران 36 سال بیهوده، یعنی تبادل اتهامات و تهدیدات و نمیدونم توهینات، آیا میتونیم اینو تکرار کنیم؟ و فکر کن این در اون همه نتیجه، این همه سینه زدن و داد زدن چی بوده؟ خود شما چیه؟ اگر شما در مسند قدرت بودید در حال حاضر به جای همین همکاران سابقتون، چه تصمیم میگرفتید؟ چی کار باید میکردن؟ من مسئله این نیست که بنده از جمهوری اسلامی، از نظام جمهوری اسلامی خوشم میاد، مسئله اون نیست. مسئله این نیست که چی سیاست بیشتر به منافع ملی کشورمون چه سیاستی در حال حاضر این منافع رو تامین کنه، یا از راه همین داد زدن و
توهینات و اینا تامین میشه، یا از راه از یه راه دیگه، از یه راه تعامل، یا از یه راه تقابل، از یه راه گفتگو. و این همین حرفایی که گفتم هفت هشت سال پیش خود اوباما قبل از اینکه بشه رئیس جمهور همین مسئله رو مطرح کرده و گفته که ما باید با کشورهایی که باش اختلاف داریم مانند این جمله ایران، ما باید یک سیاست دیگه انتخاب کنیم و در یک اساس بهتر که منافع ما رو بهتر تامین میکنه. با تجربه‌ای که آقای لیمبرت خودتون که این سیاست تا حالا ببخشید یک سیاست ورشکسته است. یعنی اون حرفایی که آدمایی که الان دیدیم مثلا مخالفت میکنه مثل چینی و بولتون و اینا، من نمیدونم چرا با چی جرأتی با چی روی اینا میان حرف میزنن. که خود بنده سال تو عراق خدمت کردم و من دیدم از نزدیک نتیجه سیاست ورشکسته و ناشیگری اونا به کجا رفته، به چی نتیجه داشته و چی بدبختی به بار برده. یعنی میشه گفت شما کاملا موافق هستید که این توافق باید فکر میکنید حفظ بشه به این دلیل که در راستای منافع ملی آمریکا هست؟ مسلماً هیچ کس نمیگه که این توافق ایدئاله، یعنی تمام خواسته های آمریکا و کشورهای همکارمون، یعنی همون گروه 5+1 چیز نمیکنه، تامین نمیکنه. منتها در مذاکرات اینطوریه، شما امتیاز میدی منم امتیاز میدم. بله بسیار خوب. آقای لیمبر، با تجربه که از ایرانی ها داری، خیلی از مخالفین در استدلالاشون این رو مطرح میکردن که رفتار ایرانی ها تغییر نخواهد کرد، یعنی در گذشته چه بوده همین خطر برای امنیت ملی آمریکا خواهد بود و اونها هر طوری هست به راه خودشون ادامه میدن، به همین دلیل مخالفت میکنن با این توافق. با تجربه که شخصی خودتون دارید با ایرانی ها، فکر میکنید که درسته این، یعنی رفتار اونها تغییری نخواهد کرد حتی برن این توافق؟ حالا رفتار که کلمه رفتار نمیگم، کلمه سیاستشون میگم، سیاست روی کرد جمهوری اسلامی ایران عوض بخواید نخواید عوض شده. شما فکرشو بکنه اگه ما 2-3 سال پیش این بحث رو میکردیم، میتونستیم اصلا تصور کنیم که وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میتونن سر یه میز بشینن و صحبت کنن به طور مسئولانه، به طور حرفه‌ای، مثل دو سیاستمدار واقعی، و بعد اون مذاکرات رو چگونه توصیف کنن؟ مثبت و سازنده. این اصطلاحات مثبت و سازنده ما درباره برخورد ایران و آمریکا از 36 سال از سال 1979 موقع ما نشنیدیم. یعنی بی سابقه است. یعنی نخواهیم نمیشه انکار کرد، ولی این میزان تغییر روی کرد عوض شده. این میزان تغییر روی کرد فکر میکنی ادامه خواهد داشت یا همین میزان خواهد بود؟ چون ظاهرا جمهوری خواهان راضی نیستن به این مقدار، درسته؟ خب درسته، مردم انکار میکنن، تو ایران انکار میکنن، همین شعارهای توخالی رو ادامه میدن، بازم داد میزنن. ولی کسی نباید، ما نباید خودمون رو گول بزنیم، باید به واقعیت نگاه کنیم. و وقتی که به واقعیت نگاه میکنیم میبینین واقعا محیط سیاسی، محیط و جو سیاسی خیلی عوض شده. بله، در هر صورت جان لیمبرت، دیپلمات پیشین آمریکا و فردی که خودش تجربه سالها خدمت در ایران رو داشته برای سیاست خارجی آمریکا، سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و ظاهرا شما بسیار هم خوشبین هستید. سپاسگزارم از شما آقای لیمبرت.